امینا علی، یکی از صدها دختری که در نیجریه به دست بوکو حرام ربوده شده بودند، بعد از آزادی از چنگ اعضای این گروه با محمدو بوهاری رئیس جمهوری نیجریه دیدار کرد. بوکو حرام که یک گروه اسلامگرای ستیز جوست، دو سال پیش این دختر را به همراه 275 دختر دانش آموز دیگر از یک مدرسه شبانه روزی در شمال شرقی نیجریه ربوده بود. رئیس جمهوری نیجریه در دیدار با این دختر که در جریان دستگیری یک عضو بوکو حرام نجات یافته گفت ادامه تحصیل امینا که با آن شکل خشونتبار متوقف شد قطعا از اولویت های دولت خواهد بود. امینا باید بتواند به مدرسه برگردد. رهبر بوکو حرام گفته بود که تحصیل دختران با قوانین شریعت مغایرت دارد و او به فرمان خدا دختران ربوده شده را خواهد فروخت. اکثر دختران ربوده شده مسیحی بودند و نیروهای بوکو حرام بعد از گرواندن این دختران به اسلام آنان را به عقد فرماندهان و سربازان خود درآوردند.